من مثلا در چهل و دو سالگی رفتم اجرا تو تلویزیون حالا جسته گریخته کارهای نمایشی هم سعی میکنم تو سینما مثل راند سوم مثل جوجه تیغی مثل سلفی با دموکراسی مثل مینی ماینر مثل خیلی از فیلم مثل توچال مثل خیلی از فیلم هایی که هنوز اکران نشده خیلی نمیتونستم وقت وخ بذارم وقتم رو بایستی مثلا شهرستان که اصلا نمیتونستم برم چون تهران اجرا داشتم و بعد از پنج سال قصه ای من قلقلک نداد که بخوام مسیرم رو عوض کنم تا اینکه آقای توفیقی به من زنگ زدن گفتن که یه روز بیا دفتر رفتیم و ما یه ای داریم و شخصیتی و داداش رو تیر میزنن و بعد اینجوری میشون اینجوری میشون اینا وقتی داشتن یه خطی قصه رو تعریف میکنم من چند تا نقطه گذاری توی به با عنوان بازیگر چند تا نقطه گذاری توی سینه گفتم عجب قصه ای عجب کاراکتر پرفراز چقدر چقدر میشه باش بازی کرد چقدر میشه با نگاه باش بازی کرد چقدر چقدر میشه این کاراکتره رو تغییر داد چقدر میشه ترسناکش کرد چقدر میشه مغرورش کرد چقدر میشه مردش کرد چقدر میشه یک آدمی باشه که وقتی میاد تو پلان بیننده میگه وای باز این اومد یعنی نه به مفهوم این که از من بترسه مثلا قیافه عجیب غریبی داشته باشن یعنی بگه این چقدر تاثیرگذاره چقدر این کاراکتره دوئل خوبی داره با بازیگر مقابلش و این بود که رفتم عذرخواهی کردم از گروه سازنده کودکشو و گفتم که من نمیتونم بیام یعنی البته که ما رفتیم گفتیم آقا اگر میشه یک هماهنگی انجام بدیم من از این فشار رو بپذیرم روز دو تا برنامه بگیرم کار شما خراب نشه کار شما اتفاق نیفته حالا یه سری اتفاقات سخت افزاری نیفتاد یه سری اتفاقات نرم افزاری نیفتاد و هر حال من رفتم سر افرا قبلش رفتم دقیقا همراز رو بازی کردم بله همراز که در بلوچستان بود و بسیار لذت بردم از مردم بلوچستان بسیار لذت بردم از اقلیم بلوچستان سیستان و بلوچستان کار بله متفاوتی مصفرم. بله و بلوچی صحبت کردم با افتخار دستارشون رو به سر بستم لباسشون رو به تن کردم و فکر کنید از اون نقش با اون آرامش یه دفعه اومدم توی افرا و با این ریش و محاسن و این شکل و شمایل تبدیل شدم به یه آدمی که مهاشو قیصری زده یه سیویلی داره و بسیار آدم در واقع یه دنده یه الان از افران هم میبری. فعلا آدم. فعلا یعنی من فکر میکنم که اون پنج سال کاری رو که انجام ندادم و تو اجرا بودم اینجا تونستم واقعا اون انرژیش رو تخلیه بکنم تو کودکس و بودی؟